سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای افغان جهت کاهش شمار تلفات نیازمند حمایت هوایی نیروهای خارجی در جنگ سنگینند. ما آماده دفاع از کشور خود هستیم، حتی اگر حیات خود را از دست بدهیم. معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز به رسانه‌ها گفت که نبرد شدید میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی سنگین جریان دارد و اضافه کرد: بله، جنگ در ولسوالی سنگین جریان دارد و شک در آن نیست. اردوی مینی در موقف خود در حال انجام عملیات است. در اطراف سنگین نیروهای تازه دم برای یک عملیات گسترده موضع گرفته اند. در نظر است که در اطراف منطقه عملیات انجام شود. وزارت داخله افغانستان تایید می کند که قوای خارجی در منطقه شوروبک هلمند هم اکنون قرار دارد و مسئولیت عملیات به طور کامل به دوش نیروهای امنیتی افغان است. جنگ‌های شدید دیروز سه‌شنبه بین نیروهای افغان و طالبان در ولایت هلمند جریان داشت که در آن شورشیان تقریباً به طور کامل نزدیک بان بود که منطقه استراتژیک را به تصرف درآورند. ما در حال ارزیابی وضعیت و ارسال تجهیزات به نیروهای امنیتی هستیم. در صورت هر نوع ناکامی، بعداً وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی و شورای ولایتی با دستور اجندای خاص به آن خواهند پرداخت. یک تن از ریش سفیدان منطقه می گوید آنها خواستار انتقال اجساد کشته شدگان از منطقه اند. ملا مجید معاون شورای ولایتی روز گذشته گفت هیچ راهی برای ارسال منابع به کجکی، مسقله و ولسوالی سنگین وجود ندارد. از همین لحاظ تخلیه اجساد کشته شدگان از منطقه غیر ممکن است. در میان کشورهای عضو ناتو و بریتانیا شمار اندکی از نیروهایش را در هلمند و آن در چارچوب مأموریت قاطع جهت آموزش دهی نیروهای افغان مستقر ساخته است. ما 450 تن از نیروهای مسلح بریتانیا را در داخل کشور داریم. بیشتر آنان در اطراف شهر کابلند و در حال آموزش افسران اکادمی می باشند. برخی از مشاورین داریم که در کمپ شورابک مستقرند. نیروهای ویژه بریتانیا در بین آنان ممکن است باشد و امکان دارد نباشد. آقای استانگزای گفت نبرد در هلمند ساده نیست، زیرا این ولایت مرکز تولید قاچاق تریاک است که این عوامل نبرد سنگین را پیچیده تر می سازد. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.